شعرهای خانم دولت‌الملا به نحوی در همین فضا شکل میگیره و شعرهایی که در آغاز دهه 30 ما از ایشون میخوانیم شعرهای زنیست در آغاز آگاهی به مسئله جنسیت و تشخص زن در جامعه ایرانی و تفردش و سعی میکنن که در شعرهای خودشان مسئله زن به عنوان یک فرد در برابر دنیا تصویر بکنن. شعرها در یک فضای احساساتی جریان داره و اینها در مجله تهران مصور چاپ میشه در تیراژ وسیع و شهرت زودستی رو برای شاعر پدید میاره. در کتاب دوم ایشان که در دهه 40 منتشر میشه در گسسته، ما با شعرهای پخته‌ای روبرو هستیم که در واقع نشانه رشد شخصیت شاعرانه خانم والاست. در اونجا به همون مضامین قبلی ولی به صورت دقیق‌تر و با بیان زیباتری مرجع میشه. تنوع مضامین توی شعرهای جدید خانم دولت والا زیادتر میشه و در واقع نوعی خودآگاهی در این شعرها دیده میشه که زن به عنوان فردی مستقل در برابر هستی مسائل خودش رو بیان میکنه و در جامعه امروز ایران جز شعرهای پیشرو محسوب میشه. دوره سوم شعرهای خانم دولت والا بیشتر در خارج از کشور شکل گرفته و مضمون اجتماعی سیاسی داره. بسیاری از اونها در آرزوی شاعر در بازگشت به وطن تصویر میکنه و عشق به مردم ایران و عشق به مملکت در این شعرها انگیزه اصلی است.